گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از تظاهرات اعتراضی علیه حضور وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی در یونسکو. خبرگزاری رویتر، فرانسه، پاریس. جمعیت انبوهی از اعضای اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران با تمام قوا در مقابل یونسکو علیه جواد ظریف به تظاهرات پرداختند و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم کردند. شخصیت‌های شرکت کننده در تظاهرات دیدار ظریف از پاریس را توهین به میراث فرهنگی فرانسه دانستند. رویتر خاطر نشان کرد رژیم ایران به این امید که تحریم‌ها کاهش یابند دست به یک معرکه بازارگرمی زده است. رومان نادال یک مقام دولت فرانسه در وزارت خارجه گفت رژیم ایران باید یک پاسخ مادی و قابل تأیید برای نگرانی‌های جامعه بین‌المللی بدهد، زیرا این مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند. تلویزیون اسکای نیوز. ایرانیان مقیم پاریس هنگام سخنرانی جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران در یونسکو تظاهرات کردند. آنها از جامعه جهانی خواستند برای متوقف کردن برنامه اتمی این رژیم دخالت کند. تظاهر کنندگان صحنه‌های اعدام را که رژیم ایران علیه مخالفان به کار می‌گیرد به نمایش گذاشتند. تلویزیون یورونیوز نیز تظاهرات هواداران مقاومت علیه سفر وزیر خارجه آخوند روحانی به فرانسه را گزارش کرد. آسوشیتد پرس. مخالفان رژیم ایران و حامیان سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به دیدار جواد ظریف از فرانسه تظاهراتی در مقابل مقر یونسکو در پاریس برگزار کردند. ظریف برای یک دیدار دو روزه و شرکت در کنفرانس عمومی یونسکو به پاریس آمده بود. روی پوستر معترضان نوشته بود نه به مجازات اعدام.